سلام، به کانال خبری ایران خوش آمدید. لطفاً پیش از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در کانال ایران مشترک شوید. در ضمن با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن اخبار کمک می‌کنید. با سپاس از همراهی شما. هراس و آشفتگی در بازار سرمایه و نوسان شدید قیمت دلار در ایران پس از اعلام فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی آمریکا. با انتشار اخبار فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی آمریکا، شاخص کل بازار سهام در ایران دچار افت شدید شده است. شاخص کل بازار سهام تهران با افت تقریبا 3.5% روبرو شد. در همین حال نوسان قیمت دلار و ارزهای معتبر خارجی در بازار ایران ادامه دارد و قیمت فروش هر دلار آمریکا امروز در صرافی ملی با کمی کاهش نسبت به روز گذشته به مرز 27000 تومان رسید و قیمت آن در بازار آزاد از مرز 27000 تومان عبور کرد. در معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل با افت 57000 واحدی به کانال 1.595000 واحد سقوط کرد. شاخص کل با معیار هموزن نیز با 4347 واحد منفی به رقم 417738 واحد رسید. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی در خصوص وضعیت بورس نوشته است: حتی اگر امروز معجزه‌ای در بورس رخ دهد، باز هم بازدهی ماهانه نمیتواند حتی به نمره صفر برسد، زیرا در حال حاضر رقم شاخص کل با آخرین عدد شاخص در ماه قبل حدود 105000 واحد فاصله دارد. شاخص کل اگر بخواهد به آخرین عدد شاخص در ماه قبل برسد و در نتیجه بازدهی خود در شهریور را صفر کند، نیازمند حداقل 6% رشد است، در حالی که دامنه مجاز نوسان بورس حداکثر مثبت و منفی 5 است. بدین ترتیب در بورس امروز هر اتفاقی رخ دهد، بازدهی شاخص کل برای دومین ماه پیاپی زیر صفر بسته می شود و باید گفت پاییز به بورس تهران زودتر رسید. بازار سرمایه در 6 ماه اول سال جاری 213% بازدهی داشته است. سال جاری شمسی در حالی آغاز شد که بورس حرف اول را در بین بازارها به لحاظ بازدهی می‌زد. در 5 فروردین ماه 1399 شاخص کل در کانال 508661 واحدی سیر می‌کرد، اما به یک بار با آغاز روزهای کاری سال جدید و با هجوم نقدینگی به این بازار، کانال‌ها یکی پس از دیگری در نوردیده شد و در نهایت شاخص کل در اردیبهشت ماه سال جاری به قله 1,000,000 واحدی رسید. بعد از استراحتی چند روزه و اصلاح کوچکی که در شاخص کل انجام شد، دوباره راند دوم صعودی بورس از 6 خرداد ماه 1399 شروع شد و این راند تا کانال 2,078,000 واحد ادامه داشت. پس از آن از 19 مرداد ابرهای تیره بر آسمان بورس تهران ظاهر شد و بازار سرمایه دستخوش افتهای پیاپی و سنگینی قیمت شد و هر آنچه بورس در نیمه اول به سرمایه گذاران خود داده بود را پس گرفت. روند نزولی بورس در 2 ماه گذشته ادامه داشته است و بدین ترتیب در پایان معاملات 31 شهریور ماه 1399 شاخص کل با افتی بیش از 57000 واحدی بر روی کانال 1,595,154 واحدی قرار گرفت. با این حساب هرچند بازدهی بورس در 2 ماه مرداد و شهریور زیر صفر بوده است، اما بازدهی کل بورس در نیمه اول سال جاری 213% بوده است. علت اصلی آشفتگی در بازار سهام ایران چیست؟ به نوشته سایت تجارت نیوز، حمید اسدی کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دلایل افت شاخص کل بازار سهام امروز گفت: ریزش شاخص بازار سهام میتواند 3 دلیل داشته باشد، که اولی ادعای فعال شدن مکانیزم ماشه، دومی عرضه اولیه و سومی عدم وجود هیچ انگیزه و هدفی در بازار سهام باشد. وی در رابطه با روند آینده بازار سهام گفت: برآورد من این است که شاخص کل بازار بین 1,500,000 تا 1,700,000 واحد نوسان داشته باشد و این وضعیت تا 1 ماه دیگر ادامه دار خواهد بود. جو هیجانی بازار سهام باید تخلیه شود و این موضوع برای بازگشت اعتماد و به تبع آن بازگشت بازار الزامی است. برخی از معامله‌گران بر این عقیده هستند که همزمانی افزایش نرخ دلار و افت شاخص کل نشان
دهنده تاثیر اخبار سیاسی بر بازار است. گویی بازار از بازگشت تحریم‌های بیشتر و فعال شدن مکانیزم ماشه اثر گرفته است. این اخبار سیاسی بازار را دچار احتیاط کرده، زیرا می‌تواند موجب کاهش حجم صادرات ایران شود. در واقع ریسک کاهش صادرات اثر افزایش نرخ دلار را زیر سایه خود قرار داده است و تا رفع گرد و غبار حتی سهام صنایع فلزی و شیمیایی که مبتنی بر صادرات هستند با چالش در صعود مواجه هستند. فعالان بدبین بازار معتقدند تا زمانی که میزان تأثیر فعال شدن مکانیزم ماشه و تحریم‌های ایالات متحده بر بازار سرمایه روشن نشود، بازار در ترس و سردرگمی به سر خواهد برد و روند ریزشی بازار همچنان ادامه می‌یابد. موضوع مهمی که وجود دارد اتکای درآمد و بودجه کشور به نفت است و اینکه امروز نفتی به فروش نمی رود بر روی تولید ناخالص ملی تاثیرگذار خواهد بود. وقتی نفتی فروخته نمی شود، ارزی هم بر نمی گردد که به مردم فروخته شود و در مقابل آن ریالی برای واردات دریافت کنند تا هزینه های کشور را بپردازند. بنابراین مهمترین مسئله عدم فروش نفت است که مشکلات کرونا هم به آن اضافه شده است. معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به سیاست تزریق ارز به بازار افزود: به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک هستیم. بحث برگشت منابع از عراق یا تسویه بخشی از بدهی کره و چین مطرح است. اگر عرضه‌ای در بازار صورت بگیرد، کمک می‌کند تا بازار به صورت محدود کنترل شود. دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه برای آینده قیمت ارز و اقتصاد ایران. وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با تابناک درباره پیشبینی خود از بازارها در نیمه دوم سال 99 گفت: دو سناریو را میتوان برای نیمه دوم سال 99 برای بازارها متصور شد، سناریوی خوشبینانه و سناریوی بدبینانه. او میگوید در سناریوی خوشبینانه اگر دموکرات‌ها در آمریکا رأی بیاورند، آنگاه با توجه به وعده آنها برای بازگشت به برجام میتوان امیدوار بود که حداقل این پیروزی انتخاباتی دموکرات‌ها به لحاظ روانی جو مثبتی را در اقتصاد کشور حاکم کند و امکان از سرگیری صادرات نفت وجود خواهد داشت. شقاقی میگوید که اگر این اتفاقات در سناریوی خوشبینانه در کشور رخ دهد، در نیمه دوم سال 99 میتوانیم امیدوار باشیم که وضعیت و به نیمه اول سال 99 در بازارها بهتر باشد. به گفته شقاقی، به عنوان مثال در سناریوی خوشبینانه در بازار ارز پیش بینی می شود که قیمت دلار به زیر 20,000 تومان بازگردد، چون صادرات نفت به میزان 500,000 تا 1 میلیون بشکه باز خواهد گشت، یا صادرات غیر نفتی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در بهار 99 بین 30-40% کاهش یافته بود، با کنترل این ویروس دوباره به روند عادی خود باز خواهد گشت. این دو مورد می تواند جریان ورودی ارز به کشور را افزایش دهد و قیمت دلار را به زیر 20,000 تومان بکشاند. وحید شقاقی می گوید: اما در سناریوی بدبینانه عکس موارد بالا اتفاق خواهد افتاد، یعنی دولت نتواند کسری بودجه خود را کنترل کند و این کسری تشدید شود، رشد نقدینگی ادامه داشته باشد و واردات رسمی افزایش یابد و بر بانک مرکزی برای دریافت ارز فشار وارد شود و قاچاق کالا کنترل نشود، بیماری کرونا تشدید شود و دوباره در صادرات غیر نفتی مشکل داشته باشیم، خروج سرمایه شدید تر شود، ارز صادر کنندگان غیر نفتی به کشور باز نگردد، تحریم ها تشدید شود و در انتخابات آمریکا دوباره جمهوری خواهان قدرت را به دست بگیرند. شقاقی ادامه داد: در این حالت میتوان تصور کرد که باز هم وضعیت از شرایط کنونی بدتر شود و قیمت دارایی ها از جمله ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو باز هم افزایش یابد. بسیاری از ناظران در شرایط سناریوی بدبینان دلار 40 تا 50,000 تومانی را در ایران پیش بینی می کنند.